با سلام گرم به همه شما دوستان عزیز. خب فیسبوک هم فیگر اوت کردیم، هر کجایی که هستین امیدوارم که همتون خوب و خوش و سلامت هستین. برنامه امروزمون راجع به دوران کرونا هست که در حال حاضر که همه ما کارمون رو از دست میدیم، مشکل داریم با مسائل مالی، چه کار باید بکنیم؟ خب در اول دوستان میخوام از همه دوستانی که از اینستاگرام جوین میکنین لطفاً به هیچ عنوان کامنت نذارین، به خاطر اینکه فقط بحث راجع به این هستش و میخوام که شما همتون با من باشین و گوش بکنین و هیچ صحبت دیگه، جواب هیچ نوع سوال دیگه به غیر از برنامه امروز جواب خواهید نمیدم، بنابراین فقط با من بمونید. خب اولین قسمتی که ما میخوام روش کار بکنیم این هستش که کانشس ما یا شعور جهانی ما در کجا هستش. در واقع اون مهمترین قضیه هستش. پس نتیجتاً بعضی از ماها انرژیمون اونجوری که وصل هستیم به جهان هستی یا هر چیزی ثروتمنده و بعضی دیگه از ما بذاری من کامنت های اینجا رو ببندم که سر و صدامون در نیاد. بعضی دیگه از ماها فقیر هستیم. بنابراین در حال حاضر یکی از کورسایی که پیشنهاد میکنم برای کسایی که میخوان بیشتر توی این زمینه بدونین، کورس میلیونرز کلاب هستش، که کورس میلیونرز کلاب هم خیلی جالب بود. من یه روز با پسری که کارهای اینترنت منو انجام میده داشت کار میکرد روی وبسایت من، یه دفعه من شنیدم میلیونرز کلاب و بعد فکر کردم که میلیونرز کلاب، گفتم رامتین میلیونرز کلاب میشتم یعنی چی، و بعد که دو مرتبه توش نشستم متوجه شدم که باید یه کورس در این زمینه درست کنم. دو مرتبه اینجا میگم قیمت کورس ها رو خیلی الان پایین آوردیم، ولی بازم میگم برای ایران قیمت رو پایین تر بیارم که شما بتونین این کورس رو تهیه بکنید. خب در اونجا در واقع توی اون کورس من خودم کلی تحقیق کردم که میلیونر، که افرادی که میلیونر میشن چجوری فکر میکنن، چجوری حس میکنن و در کجا ایستادن. بعد در تحقیقاتی که کردم که همه چیز برمیگرده دو مرتبه به ذهن ما، متوجه شدم که میلیونرها سیستمی که نورون‌های مغزیشون وایر میشن یا به همدیگه میخورن با افراد فقیر فرق میکنه. یعنی که فکر کنین که در ذهن ما اون سیستمی که بیلیون ها نورون مثل جرقه به همدیگه میخورن، در کسی که ثروتمنده سیستمی که اینا با همدیگه ارتباط برقرار میکنن متفاوته از کسایی که فقیر هستن. بعد زمانی که من و شما میام در این قسمت که خب ذهن من و شماها چجوری کار میکنه، پس در اول باید بیایم روی اون قسمت و ببینیم که اوکی، خب چون ما همیشه، از من شنیدیم بازم تکرار میکنم، ما همیشه میگیم که از زمانی که من و شما متولد میشیم تا 7 سالگی هر چیزی که یاد گرفتیم باورمون شده، اون بقیه زندگی ما در واقع تکرار اون 7 سال اوله که چه باور بود. پس نتیجتا وقتی که من و شما میام روی گذشته یک نگاهی میکنیم، بعد میبینیم که مثلا صحبتهای پدر و مادر چجوری بوده. آیا من و شما می دیدیم که مثلا مادره هر روز باید بدوی دنبال پدره و بگه که پول بذار، پدره چیز می کرده که چیکار کنم، چقدر می گیرین، ندارم، مگه از کجا میاد، نمیدونم، مگه پول در آوردن الو بله. وقتی که
بچگی من و شما اینجوری هستش، پس قاعدتا متوجه هستیم که ذهن من و شما اینو ثبت کرده که پول در آوردن کار راحت و ساده ای نیست و مادر من باید همیشه می جنگید، باید دعوا می شد، باید جر و بس می شد تا اینکه بتونه اینو بگیره. اما برعکس اون، اگه من و شما میان فرزن توی کودکمون رو نگاه میکنیم و میبینیم که در کودکیمون مثلا به ما پول داده میشه، نمیدونم میشین روزا. من یادمه وقتی بچه بودم برادر دومیم که خیلی اون موقع دوستش داشتم و باش چیز بودم، هر روز فرزن یه پول بزرگ به من میداد که من میرفتم تو مدرسه زنگ تفریقه میشد برای همه بچه های مدرسه آلاسکا میخریدم، نمیدونم هر چی که میخواستن از این داستان میخریدم. پس این باعث می شد که من متوجه می شدم که آها پول هست و من هر روز این رو می گیرم و می تونم راحت خرجش بکنم و روز بعدم دو مرتبه این قضیه میام. ولی در این حال مامان من خیلی معلم خیلی خوبی بودن و ایشون اومدن به من گفتن که من هرچی که تو بگی نمیدونم آدیداس میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، برات نمیخرم، من یه حقوق ماهیانه به تو میدم و تو خودت تا آخر ماه باید ببینی که با این چی کار میکنی. البته بماند که من چون خیلی زبل و زرنگ بودم، اون پولی که مامانم میداد میذاشتم توی حساب بانکی از بچگی. اینا سیستماییه که ما از کودکی یاد میگیریم که فرضاً مامانم حساب بانکی بر من باز کردن، اون پولو میذاشتم توی حساب بانکیم، بعد میومدم از خواهرها و برادرهای دیگم از اونا چیز میگرفتم که فرزن خواهرم از سگ میترسید، اون موقع میخواست بره صبح نون بخره، به من میگفتش که فردا صبح میای بریم با من نون بخریم، من بهش میگفتم خب چی برام میگیری، یا مثلا میگفت خب چی میخوای، برات کیک درست میکنم، میگفتم نه کیک نمیخوام، یا یه شلوار رو اونجا دیدم بخر، یا اینکه نمیدونم اینو بگیر، یا اینکه پول بده. خلاصه این سیستم بیزنسی از بچگی برای من جا افتاده بود. و بعد اینکه اگر که خیلی با مامانم نمیتونستم بازی کنم چون میدونستم که اون میگه فرزند در ماه انقدر هست و بعد اینو چیز کن، بعد دو مرتبه وقتی که خون موقع چه میدونم رسم بود که میومدن خانواده دیدنتون بهتون سکه طلا میدادن، دو مرتبه مامانم اینا رو از من میگرفت به جاش پول به من میداد، دوباره پولام میذاشتم توی حساب بانکی. پس برگردیم توی کودکیمون ببینیم سیستم چجوری بود، آیا پول دائما در چرخش بود یا اینکه نه خیلی کم بود. پس من و شما الان امروزم یادمون باشه اگر نیایم اون سیستمی که فقر و بدبختی بوده عوضش نکنیم، چیزی آنچنان تغییر نمی‌کنه. خب من همیشه میخوام اینو به شما بگم که من همیشه معتقدم، توی سیدی های عرفانم اینو گفتم که پول و ثروت من از جهان هستی میاد، انسان ها فقط وسایل یا چیزهایی هستن، اگه به کلمه درستی باشه، که ما با همدیگه بیزنس میکنیم، رد و برد میکنیم و از این داستان. اما پول من از اونا نمیاد، من دستم به اونا دراز نیست، محتاج اونها نیستم. سورس اصلی من جهان هستیه، پس پول من از اونجا میاد. حالا زمانی که باور و احساس من این هستش، من تمام برنامه‌م اینه که خوبی کنم و اینکه اگر که اون کسی که من بهش لطف میکنم، محبت میکنم، قدرش رو نمیدونه، من نباید چشمم اونجا باشه که چرا بهش انقدر محبت کردم، چرا این اینجوری کرد. من باید متوجه باشم که به اون آدم ربطی نداره و من قراره که کار خوبم رو دائما انجام بدم. براتون یه مثال میزنم، شاید اینو توی یه جای گفته باشم. یادم خیلی سال پیش یه خونه داشتم، بعد این یه دختری که کارهای مانیکور میکرد گفت، شروع کرد چیز کردن که آره دوست پسر من کار نداره و نمیدونم خیلی داریم سختی میکشیم. گفتم چی کاره هست؟ گفت لوله کشی میکنه، نمیدونم از این داستانا. گفتم خب بهش بگو بیاد خونه من کار بکنه.
این آقا وقتی که اومد تابستون بود و هوام خیلی گرم بود و نمیدونم عرق میریخت و دو سه روز خیلی سخت کار کرد، من دلم سوخت براش. اومد به من گفتش که ببین اگر که تو انقدر به من بدی من درارم درست میکنم، پنجرارم عوض میکنم و همه این داستان. و من این پول هم جوری بدونی که بگم چه میدونم نوشته ای به بینمون رد و بدل بشه یا هیچی به این دادم. از اون روزی که من پول دادم دیگه این آقا پیداش نشد، نه دیگه جواب تلفن داد نه نمیدونم هیچی. بعد اومدم یه صحبتی با پروردگار داشتم، گفتم که ببین تو که میدونی من همیشه میخوام به مردم کمک کنم و میخوام دست بده داشته باشم، کلاس من یا درس من تو این قضیه چی بود؟ خب چندین ساعت بعد رفتم یه کتاب داشتم که اون موقع هر روز از ژانویه یک شروع میشد، یه کتاب عرفانی بود، هر روز یه صفحه رو میخوندی میرفتی تا دادم. به محض که این کتاب باز کردم کتاب گفتش که هیچ وقت از اون دستی که میدی انتظار برگشت نداشته باش. و همینطور که من همیشه معتقدم که واقعا زندگی مثل یه معجزه میمونه، چندین ساعت بعد اون کسی که حسابداری منو میکرد زنگ زد گفت سودی چک که فرستاده شده برات گرفتی؟ گفتم نه چه چکی؟ گفت او مالیاتی که تو داده بودی نمیدونم اینجوری شده بود اونجوری شده، اینو درست کردیم. وقتی من رفتم در پست و باز کردم دیدم دقیقا همون مقداری که من به این آدم دادم در چیزی که اصلا اون مالیات اصلا نباید برمیگشت، جهان هستی اینو بر من به وجود آورده. پس چی دارم بهتون میگم؟ دارم میگم که هیچ وقت فراموش نکنین که آدما نیستن که به شما پول میدن یا پول میگیرن، سورس اصلی یونیورسه و من و شما قراره که فقط کار خوبمون رو انجام بدیم. این از این قسمت. اوکی. حالا بیام تو این موقعیت که خب الان که انقدر همه چی به هم ریخته چیکار باید بکنیم؟ توی کورس های میلیونرز کلاب توضیح دادم که میلیونرها انسانهای ولخرجی نیستن. منظورم چیه؟ منظورم اینه که کسی که آگاهه و میلیونر میشه نمیاد اولین کاری که میکنه بره یه خونه گرون قیمت چند میلیون دلاری بخره. که به خاطر اینکه کسی که میلیونر میشه همیشه فکر میکنه که چی داره روزانه براش پول برمیگردونه و چی در واقع داره پول میکشه. خب پس نتیجتا خیلی از ماها فکر میکنیم که خیلی عالیه که خونفوری بلا فاصله بریم یه خونه بخریم، ولی اگر که شما در اون معیار باشین و اونجوری متوجه بشین میفهمین که خونه وقتی شما میخرین درسته که قیمت روش میره سالیان سال، اما اگر که شما اون پولی که میخواستین برین حبس کنین توی خونه بدونین که چجوری با اون پول بیزنس کنین، بیزنسی که بیشتر پول در میاره روزانه به شما پول میده، خیلی چیز بهتری. حالا فرضاً فکر کنین که اونجا توضیح دادم شما میتونین بیان برین یه خونه یه میلیون دلار یه خونه بخرین، یا اینکه میتونین برین اون رو 4 تا 250 هزار دلار آپارتمان بخرین یا کاندومینیوم بخرین، که حالا هر کدوم اونا رو که اجاره بدین شما ماهیانه داره یه درآمد، مستأجر داره به شما درآمد میده. اوکی؟ پس این مدله. حالا اگر که فرضاً بیان توی یه لول بالاتر، شما میان میرین شاپینگ سنتر میخرین که فرضاً شاپینگ سنتر هم تو فارسی نمیدونم چی میشه، یه مجتمعی که توش پر مغازه است، چه میدونم آرایشگری، خیاطی، اینه کامپیوتر فروشی، تلفن فروشی. البته برای اون کار من متوجه هستم که شما باید اعتبار زیاد داشته باشین، پول زیاد داشته باشین، ولی کلن کسایی که میلیونر میشن از کوچیک شروع میکنن، اولی رو میخرن، اون که یه ذره میاد روش اونو میفروشن، دوتاش میکنن دوتا رو. پس ما اینو میدونیم که همیشه توی ریل استیت، خرید و فروش خونه و اینا، همیشه پول هست، ولی نه اون صورتی که شما برین یه خونه گرون قیمت بخرین و برین توش بشین. اوکی؟ این از اون قسمت این برنامه.
حالا یه سری از افراد میگن که بابا ما که اصلا به اونجاها کاری نداریم، ما اصلا به اونجاها نرسیدیم و نمیدونم الان ما به نون شبمون محتاجیم، الان چی کار بکنیم؟ اولین قسمت اینه که دوستان باید بشینیم با خودمون و ببینیم که چه خرجایی رو من و شما اول میتونیم بزنیم. دو مرتبه تو این کورس کاملا توضیح دادم که اول ماه که میشه من خودم چون هنوز انقدر اگر لازم نباشه کامپیوتری و نمیدونم اینا رو نمیرم، یه دفترچه دارم که اول ماه می نویسم که یه سمتش مال مخارجمه و یه سمت دیگهش مال درآمدمه. هر چیزی، حتی اگر حالا من ستارباکسی هم نیستم و بیرون نه غذا می خورم نه زیاد بیرون چیزی می کنم، ولی فرضاً اگه یه روزی با یه دوستی رفتم ستارباکس نمیدونم 4 دلار 5 دلار چای خریدم یا قهوه خریدم، اونو می نویسم. از کوچکترین چیزی که من روزانه خرجم میشه می نویسم و تمام پولایی که میاد تو. حالا برای بعضی ها ممکنه کارتون مثل من اینجوری نباشه که ما دائما نمیدونم این بر اون بر چیز میشه، ما ممکنه هفتگی حقوق میگیرین یا 2 هفته یا 1 ماه میگیرین، ولی کلا این داستانه. 15 ماه که میشه دو مرتبه میام یه نگاهی میکنیم به اینکه چقدر خرج کردیم و چقدر پول اومد. الان اگر این دوتا فرضاً خرجمون بیشتر بوده تا پولی که اومده تو، حالا دیگه ما باید تا آخر ماه به هیچ عنوان خرج نکنیم. Okay. پس اینو یادتون باشه، اون نظم داشتن که او بابا حالا یه 2 دلار یه قهوه است نمیدونم حالا 5 دلار نمیدونم اینه، باید مواظب باشین که الان به هیچ عنوان خرج نکنیم. حالا الان دنیا و زمان اینترنتیه. Okay. همه دارن روی اینترنت خرید میکنن. پس الان کاری که شما میکنین، میان نگاه میکنین که چه چیزایی الان توی خونتون دارین که میتونین اینا رو بفروشین. فرضاً شما میتونین مقدار خلاقیت به دست بدین، چه میدونم لایو برین بعد بیان توی خونتون بگین این صندلی برای فروش انقدر، نمیدونم این میز نارخوری برای فروش انقدر، این چراغ نمیدونم این لامپ این نمیدونم از این داستان. میرین توی لباساتون، من موقعیت ایران رو توی این قسمت الان نمیدونم چجوریه، ولی میدونم که در امریکا تمام چیزایی که ما داریم، خود فیسبوک مثلا فیسبوک مارکت داره که شما هر چی میخوان، ماشین میخوان بفروشین، دوچرخه، لباس، کفش، نمیدونم دست دوم، هر چی رو فیسبوک مارکت هست، کرگ لیست هست، الان نمیدونم saturday.com هست، ای بی هست، آمازون هست، که اینا همه شما میتونین چیزاتون رو بذارین برای فروش. پس میریم ما اول توی لباسامون، میریم توی کفش و کیف و عینک و نمیدونم کامپیوتر اگه دوتا داریم، نمیدونم تمام دوچرخه داریم، هر کدوم از این چیزهایی که دیگه استفادهش نمی کنین و میتونین بفروشینش. حالا الان چون که من نمیدونم، فرضاً توی این هفته اخیر چند تا جلسه داشتم با کسایی که توی همین قسمت مسئله داشتن. فرضاً یکی دو تا از بچه‌هایی که اروپا بودن تماس گرفتن گفتن چیکار کنم و نمیدونم از ایران دیگه برام پول نمیاد و الان خیلی گیر کردم، رفتیم با هم دیگه توی چیزایی که داشتم. فرضاً دوچرخه گرون قیمت داشتم، گفتم دوچرخه تو بذار بفروش، الان فروختن اون دوچرخه میتونه نصف مخارج این ماه تو رو در بیاره. کامپیوتر دوم، نمیدونم چیزای کیف چرم داشتی، نمیدونم یه دونه اینا، تمام این چیزا رو ما میتونی تو میتونی الان بفروشی تا این مدت رو بتونی سروایو کنی. بعد فرزن گفتش که آره غذا برام روزانه غذا میارن به خاطر همین داستان کرونا این برنامه. گفتم خب الان باید خودت شروع کنی غذا یاد گرفتن. گفت چیکار کنم؟ گفتم دیویدی تغذیه دارم، دیویدی تغذیه رو میفرستم برات، بشین اونو نگاه کن. پس یادتون باشه الان در دورانی که افراد بیرون نمیرن چیکار میکنن؟ خیلی ها دارن غذا سفارش میدن. بنابراین چند روز پیش که دوستای من به من زنگ زد گفتش که سودی رفتی بیرون غذا تک از بیرون بگیری بیاری؟ گفتم نه بابا من روز روزش این کارا نمیکردم دیگه، چه برسه الان. گفت ببین بعد بیای نگاه کنی توی صف دونه به دونه یه نفر یه نفر میتونی بری بیا ببین چه صفی بسته شده اینجا. خب پس کسایی که
میرین توی بیزنس غذا، یا اینکه میان غذا رو میگیرن، یا اینکه شما غذا رو میبرین دلیور میکنین. الانم که ایران میدونم که تا چند روز دیگه همه چیز رو درا رو باز میکنن، شما دو مرتبه بعد بیاین میتونین برین بیرون و برین سر کارتون و نمیدونم همه این برنامه ها. و اینکه توی این تا اینجا هستیم، دارم یه پرانتز باز میکنم، به این قسمت الان چیز نداره، ولی میخوام اینو بهتون بگم که چند تا ویدیو من گذاشتم که دوستای بقیه دوستای من اینا رو ببینن، که این درسته که کرونا الان وجود داره، این ویروس الان هست و خیلی ها دارن بهش این ویروس رو میگیرن، حتی جون خودشون رو از دست میدن. اما چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که در این ویدیوها کاملا نشون میده که انقدی که قضیه رو دارن بزرگش میکنن نیست، و اینا همون نیویورکی که الان این همه اخبار داره میگه روزی چقدر آدم داره میمیره و ما نمیدونیم داریم کم میاریم و ونتیلیتر به اندازه کافی نیست. اینا رفته بودن همون بیمارستانای توی نیویورک فیلم برداری کرده بودن که یک نفرم توی صف برای تست دادن نیستش و اون چیزی که درست کردن خالیه خالیه، و چند تا شهر رو اینا رفتن امتحان کردن و دیدن که نه بابا. و یکی از این پسرها رفته بود به این خانمه میگفتش که آقا تو دیروز اومدی توی اخبار گفتی که اینجا چه خبره، ما دیگه نمیرسیم این همه آدمایی که کرونا گرفتن و تیک کر بکنیم. گفت کجان این آدما، من اومدم تست بدم کوشن. خانمه عصبانیشو زد روی تلفنش که نتونه فیلم برداری کنه. رفتن توی چند تا بیمارستان دیگه توی نیویورک، دو سه تا نرس بیکار داشتن اونجا میچرخیدن. اینو من گوش که آقا کجان این مریضای کرونایی و فلان اینا، پلیس اومد جلوش گفت نمیتونی فیلم برداری بکن. به خاطر این قضیه یکی از دوستای خود من که تو کار فیلم و این داستاناست رفت 6 تا بیمارستان اینجا رو چک کرد و دید هیچ خبری اونجا. چی دارم بهتون میگم؟ دارم بهتون میگم که اینا دارن این قضیه رو خیلی گنده ترش میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه از اول، حالا چه مذهب بوده چه نمیدونم، هر داستانی ترس و وحشتی که در مردم به وجود میارن همون قضیه هستش که باعث میشه شما سیستم ایمنی و دفاعی و همه چیتون به هم میریزه. اوکی؟ پس نتیجتا الان میخوام بهتون بگم که اخبار رو گوش ندین. یه چیزی، یه سیاستی پشت همه این قضایا هست، همونجوری که من قبلا ویدیو گذاشتم که پشت ویروس کرونا چی هستش، که این رو خودشون دستی درست کردن. هدفشون هم این هست که یه سری آدم رو جمع کنن و پاکسازی کنن، یه سری آدم بمیرن. اوکی؟ ولی با وجود تمام این داستانا دارم بهتون میگم الان وسیله دیگه اینه که انقدر قضیه رو گنده میکنن. هیچ وقت هیچ وقت اخبار رو باور نکنین، و این رقمایی که این بر اون بر میشه هیچ کدوم رو باور نکنین، به خاطر اینکه اینا پول میگیرن. خبر بالاخره پشتش سیاست نشسته که چی میخوان بگن، چی رو میخوان جلو ببرن. بابا اصلا از اون اولی که تلویزیون درست شد، تلویزیون رو برای چی درست کردن؟ که با ذهن و فکر من و شما بازی کنن. یعنی این بازیه. چرا من همیشه بهتون میگم آقا تلویزیون نگاه نکنین، من 15 سال تلویزیون ندارم، اخبار گوش نکنین، چون وقتتون رو تلف کردین. چیزایی که شما میشنوین واقعی نیست و پشتش یه سیاست نشسته که چی رو چجوری میخوان شما رو برین واشتون کنن، مغز شستشوی مغزیتون بدن که چی رو باور کنین و چی رو باور نکنین. اینم از این داستان. همه این داستانایی هم که میبینین الان همه چه میدونم پرزیدنت و اینا ریختن و دلشون میسوزه، هیچ کدوم از این خبرام نیست. پشت قضیه یه چیز بیش دیگه ای هستش که حالا بعدن متوجه میشیم که چی به چی هستش. گفتن تمام این داستانا که منم احساسی میشم این هستش که من و شما هر چی که داریم اینجاها میبینیم الکیه. حالا یه سری میام میشنم میگن چین پشت این بود، یه سری میگن امریکا بود، یه سری میگن روسیه بود. آقا داستان یه چیز دیگه است که همون یه درصدی که گفتم تمام دنیا رو دارن میچرخونن،
همون 1% دارن کل مردم دنیا و جهان رو میچرخوننش. اینم از این داستان. حالا برگردیم سر بچه ها راجب این که خب الان چیکار کنیم. خب پس ببینین الان چون دنیا مردم فعلا مجبورشون کردن که بشینن تو خونه، الان همه دارن همه چیز آنلاین اتفاق میفته. شما آشپزی بلدین بکنین، لایف میرین آشپزیتون رو نشون میدین، غذا برای فروش هست، ترشی، مربا، نمیدونم این اون اون. الان اینجا مینو خانوم هفته یه بار آب مغز استخون و از این داستانا درست میکنه، اینا رو میاره، ترشی میاره، نمیدونم مربا میاره، میره خرید میکنه. تمام این چیزاست که الان شما میتونین انجامش بدین. اما تا اینجا هستم میخواستم اینو بهتون بگم، هیچ متوجه شدین که همه اینایی که میان درس میگن که اینجوریه و اونجوریه، اینا هیچ کی نمیاد بگه آقا جون من که حالا من که نیستم مثلا گوش نمیرم کسی رو گوش کنم که ببینم چی میگن یا نمیگن، ولی اگه میگن شما به من بگی. یکی نمیاد به ما بگه که آقا ویروس هست، همه این داستانا هست، اما کسی که در ارتعاشات بالاست مریضی و بیماری و ویروس و جرم نمیگیره. دوستان من اینو به شما بگم، 30 ساله، بیشتر از 30 ساله، من از اون اولی که شروع کردم مربی ورزش بودم، کارم با مردم بوده تا به امروز که میبینی اینا سرما خوردن، روشون کار کردم، عرق ریختن، دست زدم، هیچ اتفاقی نیفتاد. نمیدونم چند بار کسایی رو من رفتم پیششون باشون کار کردم که زنا داشتن، وبا داشتن، نمیدونم تمام این داستانا، نگرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من ارتعاشاتم بالاست از چیزی نمیترسم، حالم روزانه خوبه، خودم رو به جهان هستی بس کردم و اون داره من رو جلو میبره و قدم رو برمیداره، هیچ کدوم از این داستانا روی من اثر نمیذاره. اوکی؟ پس کی اومد به شما بگه که دوستان عزیز در این روزها نترسین؟ ترس و وحشت، سیستم عصبی که به هم میریزه، زمینه پایین اومدن سیستم دفاعی و ایمنی شما میشه. بعد بله در اونجا شما همه چی میتونین بگیرین. کی اومد؟ کی داره میاد اینو بهتون میگه؟ آقا نترسین، درسته که این ویروس هست، ولی اگر شما جاتون رو نگه دارین که ارتعاشاتتون بالا باشه، حالتون خوب باشه، برای یه سری هم که الان میان میگه وای مگه میشه آخه. بله من در هفته پیش دوستان، یه هفته همجور که مشاهده کردیم، من هفته پیش لایو نرفتم به خاطر اینکه متوجه شدم که بچه هایی که توی وبینار من میان و توی گروه من هستن، یک ریز دارن بازی در میارن و توجه شخصی منو میخوان. حالم خوب نیست، الان به هم ریختم، الان یه چیزی تو گلومه، الان الوبه. بعد اومدم یه قانون گذاشتم، گفتم در این هفته من لایف نمیرم. و چیکار کردم؟ اومدم تمام چیزایی که حواس پرتی رو بکشیم برا بکشون برا بکشون و همه اینا رو قطعش کردم. بعد یه هفته دیدم که آقا من باید حالم بهتر باشه، من باید جام بهتر باشه، که وقتی میشینم در مدیتیشنم و دارم برای همه دنیا دارم انرژی میفرستم، اونجا هرچی جام بهتر باشه بهتر میتونم کمک کنم. نتیجتا اجازه ندادم که دیگه این پخش و پلاها جواب اینو بده، جواب اونو بده، جواب اینو بده، اینا رو همه رو قطع کردم و اینو کردم قانون کلی که دیگه از این روز به بعد اگر واقعا کسی کمک میخواد جلسه میگیره، اگه کسی واقعا میخواد بیدار و آگاه بشه از مشکلاتش در وبینار داریم بابا، هر هفته وبینار داریم، این همه کورس و کلاس و تمام این داستانا، هر کی کمک بخواد میتونه. چقدر لایو من روی یوتیوب و نمیدونم این برون بردارم. اگه شما واقعا کمک میخواستین، میخواستین بیدار شین، میخواستین آگاه شین، اون همه لایو، هیچی هم من نخرین، برین لایو ها رو نگاه کنین. دیگه چیزی نیست که من در موردش صحبت نکردم. چجوری فکر رو قطع کنیم، چجوری در این لحظه باشیم، چجوری خوشحال باشیم، قانون جاذبه چه، تمام اینا روی یوتیوب هست. اوکی؟ پس اگر که اون برنامه که گفتم زجر کشیدن یک انتخابه، واقعا زجر کشیدن یک انتخاب، پس الان من متوجهم که هرچی من بیشتر حالم خوب باشه،
انرژی که میفرستم در کل جهان بهتره و همه ما باید از اونجا بیام. برای همین بود که گفتم اخبارو گوش نکنین، این پرت و پلا رو نرین گوش کنین، اینو میگه اونو میگه اینو میگه، هی به هم بریزیم بترسیم. خب برگردیم سر موضوع امروز و برنامه اقتصادی ما. خب پس زمانی که شما خرجتون رو تا اونجایی که ممکنه پایین آوردین و بعد اومدین چرخ زدین توی خونتون، ببینین لباس دارین، کیف دارین، کفش دارین، لوازم خونه دارین، آشپزی دارین، اینا رو کدوم رو میتونین بفروشین، این قسمت رو انجام میدین و بعدش میان میبینین که آقا ملت همه علاف و بیکار اکثرا روی اینترنت هم. شما چی میتونین بفروشین؟ الان فرزن کسایی که مالیات و اینا رو انجام میدن الان اوضاعشون باید خیلی خوب باشه، به خصوص در امریکا، به خاطر اینکه الان چیکار ترامپ اومده چیکار کرده، اومده گفته که ما به کسایی که زیر 100 هزار دلار درآوردن کمک میکنیم، بهتون وام میدیم که شماها آدما رو از کار بیکارشون نکنین، بعد اگر اینا رو پول بهشون بدین و بیان بگین نشون بدین که آدما رو بهشون حقوق دادین و بعد روی اون خرج خونتون، اجاره خونتون، خرج آب و گاز و برقتون، نمیدونم بیمه ماشینتون، نمیدونم پولی که اگه ماشین لیز کردین ماهیانه دارین یه چیزی میدین، پول اونو اگه همه اینا رو نشون بدین، اون پولی که بهتون وام میدین دیگه لازم نیست که پرداخت بکنین. اوکی؟ پس الان کسایی هم که کارای سی پی ای هم نمیدونم مالیات و اینا رو انجام میدن، خود دولت بهشون پول میده که بیان کمک به مردم بکنن. حالا برای کسایی که فرضاً چیز دارین، من الان قانون اروپا رو تو این قسمت نمیدونم چیه، ولی این چیزی هستش که برنامه هستش که برای امریکا هست و بعد از روز امروز 8 اپریل از روز 10 اینو باز میکنن برای اینکه برای کسایی که مثل من سلف ایمپلویدم، خودشون برای خودشون کار میکنن، نتیجتاً از 10 دوباره برای اینا برای این سری باز میشه که میریم بانکتون و اقدام میکنین، چه میدونم ورق مرقشون رو چیز میکنین، مالیات سال پیشتون رو نشون میدین که چقدر در آوردین، بعد اینا میان روی مخارج خرجی که شما کردین توی اون مقدار بهتون وام میدن. بعد و اگر شما شروع کنین اونو دو مرتبه به گردش بندازین توی اقتصاد و نمیدونم خرج کنین و آدم بگیرین و به کس که کار اینترنت رو انجام میده کورس درست میکنه نمیدونم همه این داستانا، دو مرتبه اون پولو شما دیگه لازم نیست پس بدین به دولت. این از این داستان. این خب پس الان فکر کنین که شما چه کاری بلدین، خیاطیه، نمیدونم نقاشی، موزیک. من چند روز پیش به یکی از دوستانم که خیلی که کار تئاتر رو اینا میکنن بهشون گفتم که شما چرا نمیای این در تدریس تئاتر تو بیاریش روی آنلاین. نه نمیشه، تئاتر یه چیزیه که بعد آدما باشن. گفتم ببین عزیز من، بیا الان ما داریم وبینارمون رو داریم با زوم میریم. خب با زوم شما تمام افراد همه بچه ها هستن، حرف میزنن، مایک دارن، مایکشون رو میبندن، باز میکنن و بعدشم فرزن چند هفته پیش امیر حسین اومد دوربین خودش رو وصل کرد به این سیستم زوم من. بنابراین من اگه بخوام الان تئاتر درس بدم، اون میتونه با یه دوربین دور منو بگیره که میگم بلند شو، پاشو، ال کن، بل کن. اونایی هم که اونجا هستن، بچه‌هایی هم که شرکت کردن، اونا هم میتونن بیان عقب، حرکتشون نشون بدن که دولا شدن، صاف گرفتن، چیز کردن. گفتم بعدم وقتی شما میخواین روخونی تئاتری بکنی، زوم اون بغل تو میتونی مطالب تو همه رو شیر کنی، میتونی سناریو رو براشون بفرستی، نمیدونم اونا میتونن بخونن، همه مثل گرد همایی دور میز هنرپیشه ها میتونن در موقع نقششون بخونن، هیچی فرق نکرده. شما میتونه همه این کارا رو الان اینجوری انجام بدین. اگر که رقص درس میدین، اگر موزیک درس میدین، هر کاری که بلدین الان شما میتونین آنلاین اینا رو انجام بدین. و بعد یه چیز که میخوام بهتون بگم، توجه داشته باشین، ببینین
من همیشه به شما گفتم، خب میدونین که من خودم از تقریبا 18 سالم بود که از ایران اومدم و شاید کلا یک سال من برای کسی کار کردم. از اون موقع تا حالا که دیگه زدم بالای 50 و همه این برنامه ها، همیشه برای خودم کار کردم. یعنی من اون زمانی که توی باشگاه شروع کردم کار کردم و این همه مشتری داشتم، که اصلا یه دورانی بود که من تو باشگاه زندگی میکردم. یعنی 7 صبح من اونجا بودم تا ساعت 9 شب دیگه میومدم بیرون، رئیسه میدوید میگفت کجا داری میری، هنوز مشتری داری؟ میگفتم بده به یه کس دیگه. بعد اینا چیکار میکردم؟ اون موقع این میومد به من 40% میداد، بخت من بود، کار من بود، تجربه من بود، دانش من بود، 40% به من میداد، 60% خودش برمیداشت، چون خرج باشگاه داشت، نمیدونم الو بل. یه مدت که گذشت من دوزاریم افتاد که ای داری تمام وقتتو میذاری اینجا، داری بیشتر پولم داری میدی بیرون. اومدم به همین مشتریا گفتم که آقا من دیگه باشگاه نمیام، یا میان خونه من، یا من میام خونه شما، یا لب دریا، یا هر کجا کار میکنی. از اون زمان به بعد دیگه من برای کسی کار نکردم. حالا دلیل این که شماها ببینید، دلیل این که ما دو گروه آدم داریم، اینو توی کورس میلیونرز کلاب توضیح دادم. خیلی از انسانها دنبال سکیوریتی، همون قضیه اولی که ما از اول، یکی از چیزهای اصلی و ریشه‌ای من و شما اینه که من و شما در امنیت باشیم. اکثر انسانها دنبال امنیت میرن، برای همینه که کارمند میشن. و من همیشه گفتم توی اون کورسم، گفتم تا زمانی که شما کارمندین هیچ وقت پولدار نمیشین، چون دارین یک کس دیگر رو پولدار میکنین، وقت و زمان و انرژیتون رو دارین برای یک کس دیگه میذارین. اوکی؟ پس گروه بعدی، گروه دیگه یعنی که ترس از امنیت ندارن، میرن دنبال فریدم، آزادی. وقتی من برای خودم کار میکنم دوستان، آزادی دارم، یعنی اینکه میدونم هر وقت دلم میخواد پا میشم، هر وقت دلم میخواد میخوابم، هر چقدر دلم میخواد کار میکنم و هیچ وقتم نگران نیستم که الان در تقی به توقی میخوره من بیکار بشم، نمیدونم الو بل بشم. شما فکر میکنین اگه برای کسی دیگه کار میکنین در امنیتی؟ نه، چون هیچ گارانتی نیست که فردا شما رو از کار بیکارتون نکنن. ولی الان امروز هیچ چیزی بر من عوض نشده، من همون کارم رو دارم میکنم، همیشه تو خونه بودم، الانم تو خونه هم، نمیدونم آنلاین هم میرفتم، لایو هم میرفتم، جلسه خصوصی، هیچی عوض نشده بر من. که پس شما الان باید بشینین فکر کنین که آقا بس برای یک کس دیگه کار کردن. شما باید الان نظم و دیسیپلین داشته باشین. اگر که یه کاری دارین، اوکی، اینو من دارم مرتبا دارم با بچه ها توی وبینار کار میکنم که کارتون رو نگر میدارین، ولی انقدر باید دیسیپلین داشته باشین که از اون زمانی که از کار میان خونه کار دومتون رو شروع کنین. چی کار میخواین بکنین؟ شما چی دوست دارین؟ چی بلدین؟ اگر هیچ کاری بلد نیستین، الان موقعشه که یه چیزی یاد بگیرین. دیروز با یکی جلسه داشتم از اروپا و گفتم شما چی بلدی؟ بعد گفتش که یوگا رو بلدم، یوگا رو خیلی دوست دارم. گفتم اوکی، برو آنلاین کورس بردار، بشین یاد بگیر، ببین درسش چیه، امتحانش چیه، اونا رو بخون، الان خودتو آماده کن که بعد این داستان تغییر پیدا میکنه دوستان. که بالاخره میخوابوننش، اون زمانی که اون نتیجه که میخواستن بگیرن گرفتن، میخوابوننش. بنابراین ما دو مرتبه میایم بیرون و دو مرتبه باز میشیم. اما الان که شما تو خونه نشستین، دو تا راه حل دارین، یا میشینین خبر رو گوش میکنین و بیشتر انرژی خراب میفرستین بیرون، بقیه دنیا رو هم ویروس و مریض میکنین، یا اینکه میگین الان بهترین زمانی که خودم رو بسازم. پس یادتون باشه دوستان، یک جنبندی. الان پریسا باز میگه وقت گذشت. او در ضمن تا یادم نرفته دوستان،
امروز من دعوت شدم به برنامه لیلی بختیاری که EFT پرکتیشنره. میریم روی کانال ساعت 10:30. الان چنده؟ الان 9:10 صبح ما شد. یه ساعت دیگه فکر میکنم لایو میرم با لیلی. بیان اون برنامه رو نگاه کنین، همین راجبه چطور استرس نداشته باشیم و از این برنامه. اوکی، جنبنده ما چی شد؟ همه چی اول از اون بالا شروع میشه. بالا چیه؟ که من نگاه کنم ببینم که آیا من یه کانشس، یه شعور ثروتمند دارم یا فقیر دارم. دو، پول من، ثروت من، موقعیت من از جهان هستی میاد، اون سورس اصلیه. اینجوری براتون مثال بزنم که فکر کنین جهان هستی سوپرمارکته، بعد شماها میان میرین از این دست فروش های این ور اون ور، نمیدونم، از این سیب زمینی میخرین، دو ماه راه میرین میرین از اون که 4 تا گوجه فرنگی میخرین. سورس اصلی جهان هستیه. این آدما همه بازیچه. شما یک قصد دارین که همیشه بهترینتون باشین، با عدالت باشین، با راستی و درستی و شفافیت کامل باشین. اینم هی زیر تستش نبرین، چون که اگر که من آدم درست و صاف و رو راستی هستم، هی نمیشنم نگاه کنم ببینم خب چرا بقیه نیستم، او من باش این کار کردم، پس چرا اون اینجوری کرد. آقا انقدر سوال نپرسین از جهان هستی. انسان ها بیان الان نگاه کنین دیگه، بیرون چه خبره؟ این ویروس که داره میچرخه، من و شما با این ذهنمون، با این شعورمون، انرژی که میفرستیم بیرون، این تصویرمونه. پس نتیجتاً انسان‌ها در همین حدن، انسان‌ها دارن بهترینشون رو انجام میدن و این بهترینشونه. به اونا نمیتونین چیزی بگین، کاری بکنین، okay؟ اما میتونین متوجه بشین که من قراره که بهترینم باشم، باید دروغ نگم، باید شفاف باشم، باید رو راست باشم، باید خوبی همه رو بخوام، همه چی باید برای همه باشه، من نکنم. لنزتون رو از روی خودتون بردارین، لنز رو کلی بکنین. این قسمت شه. بعد مرحله بعدی اینه که من چی دوست دارم، چی کار میخوام بکنم. همیشه اینو یادتون باشه دوستان که اگر من و شما مشکل آدم ها رو حل کنیم، آدم ها حاضرن برای اینکه حس خوب داشته باشن این کار رو انجام بدن. الان خب من جلسه هم یه مقدار بیشتر شده. چرا؟ چون موقعیت خرابه، آدم ها حالشون خرابه و فکر میکنن که خب برم جلسه چیکار کنم دیگه، برم یه جلسه بگیرم که حالم خوب بشه. اما شما جلسه از من لازم ندارین. اگه واقعا شروع کنین یوتیوب تمام اون برنامه ها رو، نه با ذهن و منیتتون که نمیذاره، چون من اینو میفهمم، شما وقتی میشینین برنامه های من رو نگاه میکنین با ذهن و منیتتون نگاه میکنین. چند روز پیش توی یکی از وبینارامون یکی از بچه های یکی از شاگردهای خیلی قدیمی من گفت سودی جان من 5.5 سال پیش با شما اولین جلسمو گرفتم، اون روز اون چیزایی که تو گفتی اصلا من نفهمیدم چی میگی. بعد اومد توی وبینار، بعد اومد توی سمینارم، گفت امروز بعد از 5.5 سال وقتی میشینم یکی از اون کلاسای تو رو، آنلاین کورس رو گوش میکنم، مثل این که اصلا جدیده، تا حالا من این هیچی اینو نفهمیدم. این قسمتیه که من میگم من و شما قابلیت هضم و جذب مطالب رو نداریم. پس نتیجتا وقتی شما میرین یوتیوب نگاه میکنین، بعضی وقتا برین نگاه کنیم و میگه چرا دوربین رو نگاه نمی کنی، چرا به من نگاه نمی کنی، چرا اونجا رو نگاه کردی، چرا اینجوری حرف میزنی، چرا اصلا نیستن آدم ها تو باغ. پس وقتی میرین اینو نگاه میکنین یوتیوبو، میخواین اول منیتتون رو که براش اسم بذاشتین، چه میدونم اسقر، رقیه، هرچی که اسمش هست، اینو درش بیارین بشونین بغلتون، بهش بگین ببین یه ساعت من فقط میخوام اینو گوش بدم، تو یه ساعت ساکت بشه، بعدش دیگه بقیهشو با هم دیگه میریم و تو بچرخ و تو بگو و نمیدونم حرف بزن و وراجی کن و همه این داستان. چون اگه شما حضور نداشته باشین نمیتونین مطالب رو بگیرین و جذب کنین. اوکی؟ اینم از این داستان. برین توی خونه هر چیزی که استفاده نمی کنین بذارین برای فروش،
گفتم میتونین با تلفنتون الان میتونین همه کار بکنین، لایو برین، آقا این میز و صندلی هست قیمت انقدر، این نمیدونم اینجوریه، کتاب، کفش، کیف، برین همه اینا رو چیز بکنین. اگرم که میبینین که نمیتونین اینا رو بفروشین، بدین به فقیر، انرژی رو آزاد کنین. انرژی دائما باید در چرخش باشه. دیروز یکی اومد بر من خرید کرده و خرید و برد، الا بلا نمیگیرم، انقدر تو کمک کردی. گفتم بابا به زور بگیر، بذار انرژی به چرخه، بذار این انرژی به جریان بیفته. شده 10 تومن به یکی بدین، شده 5 تومن به یکی بدین. انرژی دائما باید در چرخش و در حرکت باشه. اوکی؟ پس اگه نمیتونین بدین برید، بشینین فکر کنین که چی کار میتونین، چی میتونین، درس بدین، یاد بدین، برین آنلاین شروع کنین اینا رو درس بدین. و بعد این که خلان پیام آخر رو بشنویم. اوکی بچه ها، هر چیزی که سکه هستش، فرزن کاپر مس میشه، مس، طلا، نقره، نمیدونم فلزات در آینده خیلی خوب خواهند بود، خیلی قیمت پیدا خواهند کرد، خیلی از این داستانا. بنابراین یه چیزی که الان فکر کردم، فرضاً فکر کنین که ما کارهای مسی خیلی قشنگ داریم توی ایران، میتونین اینا رو چیز بکنین. میتونین شما برین یه جنسی رو بخرین، فرضاً چه میدونم از جاهایی که ارزونه، روی وبسایت خودتون میتونین اونو با قیمت گرونتر بذارین. یکی دیگه از کارا، برای کسایی که چه میدونم در ایران شاید این کارو نشه کرد ولی خارج از ایرانه، بهش میگن که to become affiliate، یعنی اینکه شما آمازون، ای بی، نمیدونم والمارت، تمام سایت چیزای گندهی که جنس میفروشن، شما میتونین باشون افیلیت بشین. اگر فرضاً آمازون رو برین روی سایتش بکشین، اون پایین 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 خیلی ریز نوشته how to become affiliate with Amazon، اونو که بزنین، بعد داستان این اینجوری کار میکنه که شما اصلا نه لازمه جنس داشته باشین، نه لازمه پستخونه برین، خود اینا همین خودشون همین کارو میکنن، آمازون و ای بی و این داستانا. بنابراین شما وقتی که افیلیت میشین، میان جنس هر جنسی رو که آمازون گذاشته میذارین روی وبسایتتون، یه کد بهتون میده، هر کسی که بیاد از روی وبسایت شما خرید کنه، از آمازون، از ای بی، از تارگت، نمیدونم والمارت، هر کجایی، شما درصد میگیرید. بنابراین این یکی از راههایی هستش که میتونه خیلی راحت باشه براتون، به خاطر اینکه همونجوری میگم شما نه سرمایه میذارین، نه کاری میکنین، فقط جنس اینا رو برمیدارین میریزین اونجا چیز میکنین. یکی دیگه از چیزایی اینه که الان فکر کنین دوستان، همه دارن میرن، همه دارن توی خونه هستن، ببینین الان چه چیزایی مایحتاج آدم ها هسته، چیا استفاده میکنن. فرضاً تلفن رو آدم ها بیشتر فرضاً روی این ستندی که میذاری که تلفن رو نگه میداره، این میز چیزی که کامپیوتر رو نگه میداره. الان چون آدم ها توی خونه هن، دیگه لازم نیست لباس و این داستان ها بپوشن، لباس های راحت، لباس هایی که نرم و گرم و جوراب و نمیدونم پیجامه و چیزایی که توی خونه میپوشیم که راحته، توی آشپزخونه الان آدم ها مجبور میشن که یه سریشون خودشون بیان غذا درست بکنن، وسایل خونه که چیزا رو راحت میکنه. فکر کنیم مثلا چه میدونم چیزی که میچرخونه چیزو آرد میکنه، نمیدونم کافی رو مثلا کافی رو قهوه رو سریعتر درست میکنه، چیزایی که فکر کنین الان یه سری آدمی که همیشه میرفتن بیرون کار میکردن، الان اینا اومدن توی خونه و مثل کسایی که نبلدن آشپزی کنن، میخوان چیزای ساده و راحت. چه وسایلی؟ مثلا آب لیموگیری، چیزی که آب میوه رو خیلی سریع میگیره،
فکر کنید توی تمام این داستان ها اینا رو بذارین، میتونین بذارین روی سایتتون، میتونین حتی اگه وبسایت هم ندارین روی اینستاگرامتون، روی کانالاتون. لینکدین الان شده دقیقا یه فیسبوک دیگه. لینکدین الان فکر میکنم من نزدیک 16 هزار نفر آدم اونجا دارم. میبینین روزانه شما میتونین ویدیو بذارین، میتونین صحبت کنین، عین فیسبوک داره کار میکنه. میتونین شغلتون رو لینکدین برای کسایی که بیشتر شغلی و بیزنسیه کارتون رو اونجا ارائه بدین، خودتون رو معرفی بکنین. دو مرتبه برای کسایی که خارج از حتی توی ایران هم هستین، یکی از سایت ها اسمش Upwork Upwork اینا در تمام دنیا آدم میگیرن هر چیزی. فرضاً من خودم آنلاین کورس درست کردم، یه دونه اد گذاشتم اونجا که یکی رو میخوام آنلاین درست کنه برام، یک سری از آدم از بنگلادش، از هند، نمیدونم از این و یه آقای رو انتخاب کردم از پاکستان. اصلا این آقا کار فوق‌العاده‌ای بر من انجام داد که البته بیرونم هنوز نیاوردمش، اما دارم بهتون میگم Upwork و نمونه های اینا شما میتونین به باشون ثبت نام میکنین و بعد کار براتون میرین اونجا، میگین من نقاشم، من عطارم، من نمیدونم الم، نمیدونم انیمیشن میکنم، ورچوال اسیستنتم. الان خیلی از کسا شما فکر کنین که فرزن مثل سحر، مثل پریسا، اینا دارن از خونه خودشون، از جای خودشون دارن کارهای من انجام میدن، پست میذارن، پست درست میکنن، مقاله مینویسن، نمیدونم گرافیکشو انجام میدن. تمام این کارا الان قابل استفاده هست. همتون رو میبوسم دوستان. بیایم لایومون رو با لیلی بختیاری نگاه بکنید و بعدش هم شنبه فکر میکنم که من لایو انگلیسی میرم. مراقب خودتون باشین، میبوسمتون در بالاترین ارتعاشات. حال خوب، عشق به دنیا و کره زمین. Love you. Bye bye. اوه، لاگات من کجاست؟